کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. شش، جلوگیری از طریق معلومات و آموزش. غرض جلوگیری از سرایت و گسترش مرض ایدز، جلوگیری از تبعیض علیه کارگران مبتلا به مرض و حوصله افزایی مبتلایان، برنامه‌های معلوماتی و آموزشی در محل کار بی‌نهایت ضروری می‌باشند. از طریق برنامه‌های مؤثر آموزشی می‌توان به توانایی کارگران جهت وقایع از سرایت ایدز افزود. این امر می‌تواند احساس اضطراب و ناملایمتی کارگران مصاب به مرض را کاهش داده و از سکتگی در کار جلوگیری به عمل آورده و شیوه های رفتار و سلوک آنها را بهبود بخشید. چنین برنامه ها بایست به مشاوره کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنها طرح و تنظیم گردد تا از بلندترین سطح حمایت برخوردار بوده و تمام افراد مربوط در آن شریک باشند. برنامه های مذکور باید متنوع بوده و صرف به خواندن محدود نگردیده و در صورت لزوم آموختن از مسافات دور نیز شامل این برنامه ها شود. در چنین برنامه هایی باید در نظر داشت سن، جنس، عرصه های صنعت و رفتارها و سلوک، عوامل خطرپذیری کارگران و خصوصیات فرهنگی آنها طرح و تنظیم گردیده و به وسیله افراد قابل اعتماد و معزز پیش برده شوند. ارائه معلومات از جانب کارگران همتا کارایی زیادی دارد. به این ترتیب حین طرح و تطبیق برنامه‌های مشارکت کارگران مبتلا به ایدز در نظر گرفته شود. بند 1. برنامه‌های معلوماتی و کمپین‌های ارتقای سطح آگاهی. الف، برنامه‌های معلوماتی در صورت امکان به سطح محلی، سکتوری، منطقه‌ای و یا کشوری به کمپین معلوماتی گسترده‌تر مبارزه علیه HIV توأم ساخته می‌شود. این برنامه‌ها بایست بر اساس معلومات تازه و دقیق مبنی بر اینکه ایدز چگونه سرایت نمی‌کند استوار باشد. معلوماتی راجع به وقایع و جلوگیری، جنبه های طبی و اثرات آن بالای مردم و مراقبت مبتلایان به ایدز و کمک و معالجه آنها ارائه گردد. ب. تا جایی که عملی باشد، برنامه های معلوماتی، کورس های آموزشی و کمپین ها بایست به خط مشی های آموزشی و برنامه های منابع بشری همچنان با برنامه های ایمنی و صحت وظیفه‌ای توأم گردند. بند 2. برنامه های آموزشی. الف، برنامه های آموزشی بایست به مشوره کارفرمایان، کارگران و نمایندگانشان در صورتی که مناسب تلقی گردد به مشورت دولت و سایر شرکای مربوط به شمول متخصصین بخش آموزشی، مشورتی و مواظبتی ایدز طرح و تنظیم گردیده و شیوه های آموزش بایست تا حد الامکان جذاب و مشارکتی باشد. ب. در صورت امکان برنامه های طرح گردند که در زمان کار با معاش صورت گرفته و مواد آموزشی تدارک گردد تا خارج از محل کار نیز مورد استفاده کارگران قرار گیرد. در صورت تدوین کورس‌های آموزشی، حاضری بایست یک جزء از وظایف کاری پنداشته شود. جیم، تا جایی که عملی و مناسب باشد، این برنامه‌ها طوری طرح شوند که شامل فعالیت‌های ذیل باشند. یک، کمک نماید که افراد خود خطراتی را که شخصاً با آن مواجهند، هر دو یعنی به عنوان یک فرد و همچنان عضو یک گروه تشخیص داده و آن را از طریق تصمیم گیری، گفتگو و مهارت‌های ارتباطی
و همچنان از طریق برنامه‌های آموزشی پیشگیری و مشورتی تقلیل بخشند. 2. به شیوه های رفتار و سلوک دارای سطح بلند خطر و سایر عوامل خطر چون تحریک وظیفه‌ای که گروه‌های معین کارگران را در معرض خطر فزاینده مرض اچ‌آی‌وی قرار می‌دهد توجه جدی صورت گیرد. معلوماتی را در مورد انتقال مرض اچ‌آی‌وی از طریق مواد مخدر و همچنان راجع به اینکه چطور می‌توان خطر چنین انتقال را کاهش داد فراهم نماید. تشویق دیالوگ در میان حکومات، کارفرمایان و سازمان‌های کارگران از کشورهای همسایه و در سطح منطقه. ارتقای سطح آگاهی از اچ‌آی‌وی در برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای که به وسیله حکومات و تشبثات در همکاری با سازمان‌های کارگران تحقق می‌یابد. افزایش کمپین‌هایی که هدف آن کارگران جوان و زنان باشد. بذل توجه خاص به آسیب‌پذیری خانم‌ها در برابر اچ‌آی‌وی و استراتژی‌های وقایوی که بتواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد. تأکید روی این نکته که اچ‌آی‌وی نمی‌تواند از طریق تماس عادی به دیگران سرایت نماید، بنا نباید از تماس به مبتلایان مرض ایدز اجتناب صورت گرفته یا تأخیر شوند، بلکه باید در محلات کار زمینه‌های کمک و رهایششان فراهم گردد. اضطرار ویروس اچ‌آی‌وی به کارگران تفهیم گردیده و احساس همدردی با مبتلایان ایدز در آنها تلقین گردد. به همین ترتیب به آنها تفهیم گردد که سلوک تبعیضی علیه مبتلایان را مرئی ندارند. به کارگران فرصت داده شود تا احساساتشان را که ناشی از اچ‌آی‌وی یا ایدز است بیان نمایند. کارگران، خاصتاً کارگران مربوط به مواظبت‌های صحی، درباره به کارگیری اقدامات احتیاطی عمومی راهنمایی شده و به آنها در مورد طرز العمل‌هایی که باید در صورت مبتلا شدن از آن پیروی نمایند معلومات ارائه گردد. در رابطه با جلوگیری و مدیریت امور مربوط به امراض ناشی از مقاربت‌های جنسی و توپرکلوز، برنامه‌های آموزشی خاصی طرح و تطبیق گردد. این امر نه تنها از این جهت حائز اهمیت است که امراض مذکور حاوی خطرات وابسته به مرض اچ‌آی‌وی بوده، بلکه همچنان به خاطر اینکه این امراض قابل معالجه می‌باشند و در نتیجه سطح مسئولیت عمومی کارگران ارتقا می‌یابد. حفظ سلامت و شرایط تغذیه بهبود یابند. روابط جنسی مسئول شامل هدایات در مورد استعمال کاندوم مردانه و زنانه را ترویج نماید. آموزش و پرورش از طریق آموزگاران همتا و فعالیت‌های آموزشی غیررسمی تشویق گردند. به طور منظم مورد نظارت، ارزیابی و تجدید نظر قرار گرفته و اگر لازم شمرده شود تجدید گردند. 603 برنامه‌های عمومی و خاص. الف، تمام این برنامه‌ها بایست حساسیت‌های مربوط به جنسیت اجتماعی و همچنان حساسیت‌های مربوط به نژاد و منشأ جنسیت را در نظر داشته باشد. این برنامه‌ها باید هر دوی مردان و زنان را به طور صریح در نظر داشته، یا زنان یا مردان را در برنامه‌های جداگانه با در نظر داشتن انواع و درجه های مختلف خطر برای مردان و زنان کارگر مورد رسیدگی قرار دهند. ب. معلومات در مورد نیازمندی های زنان تا مواظب آن باشند و توضیح سطح بلند خطر مبتلا شدن زنان و به طور خاص آسیب پذیری خاص زنان جوان. جیم، آموزش باید هر دو، یعنی زنان و مردان را کمک نماید تا بدانند و روی روابط نابرابر نیرو میان آنها در زمینه استخدام و موقعیت‌های شخصی عمل نموده.
اذیت و خشونت بایست به طور خاص مورد رسیدگی قرار گیرد. دال برنامه ها بایست زنان را در زمینه آگاهی از حقوقشان در هر دو، یعنی در محلات کار و بیرون از آن، کمک نموده و زمینه هایی را فراهم نمایند که مسئولیتشان را تأمین نموده. زال آموزش برای مردان بایست شامل ارتقای سطح آگاهی، ارزیابی خطر و طرح و اجرای استراتژی ها جهت ارتقای سطح تعهدهای مردان در قبال جلوگیری از HIV یا ایدز باشد. ر. برنامه های مناسب بایست برای مردان همجنس باز در مشاوره با این کارگران و نمایندگان آنها طرح گردد. بند 4. پیوند با برنامه های بهبود صحت. برنامه های آموزشی در صورتی که عملی باشد بایست با برنامه های بهبود صحت در رابطه با سوء استفاده مادی، فشار و صحت جنسی در محلات کار پیوند داده شود. شوراهای موجود کار یا صحت و کمیته های ایمنی یک نقطه آغاز را جهت کمپین های آگاهی از HIV و برنامه های آموزشی فراهم نمایند. این ارتباط و پیوند بایست خطر فزاینده مرض در استعمال سوزنهای آلوده پیچکاری مواد مخدر در وریدها را برجسته سازد. این ارتباط همچنان باید مستی ناشی از مواد الکلی و مواد مخدر را که میتواند به طرز رفتاری منجر شود که خطر مصاب شدن به HIV را افزایش دهد برجسته سازد. 605. تدابیر عملی که در زمینه تغییر طرز رفتار و سلوک کمک نماید. الف. باید آموزش حساس، موثق و جدید درباره استراتژی‌های تقلیل خطر برای کارگران فراهم شده و در جایی که لازم باشد کاندوم‌های مردانه و زنانه میسر ساخته شود. ب. تدوین و تنظیم امور مربوط به بیماری‌های ناشی از مقاربت‌های جنسی و توبرکلوز و همچنان برنامه‌های سرنج فارغ از باکتری و تعویض سوزن باید فراهم گردیده و جایی که لازم باشد معلومات داده شود که از کجا قابل دستیابی می‌توانند باشند. جیم برای کارگرانی با نیازمندی‌های مالی آموزش باید شامل استراتژی‌هایی که متمم درآمدهای کم باشد فراهم گردد. به طور مثال از طریق تدارک معلومات درباره فعالیت‌های کسب درآمد، معافیت‌های مالیاتی و کمک دستمزدها. ه. برنامه‌های تبلیغی و ترویجی در جامعه. کارفرمایان، کارگران و نمایندگان آنها بایست برنامه های معلوماتی و آموزشی را در مورد جلوگیری و تنظیم امور مربوط به HIV در جمعیت های محلی، مخصوصا در مکاتب، تشویق و بهبود بخشند. سهمگیری در برنامه های تبلیغی و ترویجی بایست به منظور فراهم نمودن فرصت برای مردم تا نظریاتشان را بیان نموده، تشویق شده و سطح رفاه کارگران مبتلا به ایدز را از طریق تقلیل سطح تجرید و محرومیتشان ارتقا بخشند. چنین برنامه هایی بایست با مشارکت نهادهای مناسب ملی و محلی پیش برده شوند. 7. آموزش و تربیت. امور مربوط به تربیت و کارآموزی بایست طوری تنظیم گردد که نیازمندی‌های گروه‌های مختلف تحت تربیت چون مدیران، مراقبت کنندگان و کارمندان پرسنل، کارگران و نمایندگان آنها، مربیون و آموزگاران، مربیان همتا یعنی هم مردان و هم زنان، مأمورین صحت وظیفه و ایمنی و مفتشین کار را برآورده سازد. شیوه های کار ابداعی بایست جهت تقلیل مصارف جستجو گردد. به طور مثال، تشبثات می توانند کمک های خارجی را از برنامه های ملی ایدز
یا سایر شرکای مربوط با آریت گرفتن آموزگاران یا با فراهم نمودن مربیون تربیت شده خودی جستجو نمایند. مواد تعلیمی می توانند مطابق منابع موجود بسیار مختلف باشند. آنها می توانند به رسوم و آیتم های محلی و حالات گوناگون زنان و مردان وفق یابند. آموزگاران نیز باید تعلیم حاصل نمایند تا با موارد تبعیض علیه اقلیت ها مخصوصا بر بنیاد منشأ قومی یا ترجیحات جنسی مقابله نموده بتوانند. آنها بایست به سرگذشت های واقعی و مواد خوب موجود عملی توجه نمایند. بهترین آموزگاران اکثرا خود کارکنان محلی می باشند. از آن رو آموزش دادن به همکاران در تمام سطوح توصیه می گردند. این امر باید به بخشی از پلان تربیتی سالانه مبدل گردد تا در مشورت با نمایندگان کارگران انکشاف مزید یابد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.